تو این ویدیو در مورد برنامه فوتبال برتر استقلال و پرسپولیس و حالا سایر تیم‌ها صحبت می‌کنم. بذارید هفته 14 رو پشت سر گذاشتیم. این جدول پاسورایه که 14 بازی گذشته و ریکاردو آلوز 5 پاس گل به عنوان بهترین بازیکنی که پاس گل میده در صدر قرار داره که آمار خوبی نیست. رضا اسدی هم 8 گل است و بازی آینده خودشون هم از دست میده. میتونیم بگیم 15 بازی 8 گل واسه آقای گل لیگ که این اصلا خوب نیست. حالا شهریار هم اونا دارن کشکل از سپانیا. باشگاه استقلال کریسمس رو تبریک گفت. منم به نوبه خودم تبریک میگم سال نو میلادی رو به همه ایرانی های مقیم خارج از کشور. این به نظرم جذابتره چون میدونم خیلی هم تو کانال داریم. اینم استوری مامتیان با لوکیشن تهران. یه سری شایعه ایجاد شده بود که ممکنه مامتیان بیاد به تیم فوتبال استقلال. حالا باید منتظر باشیم و ببینیم. دیشب برنامه فوتبال برتر شروع شد. حالا میگم در مورد موضوعات مختلفی صحبت خواهم کرد. آقای هاشمی وزیر محترم ورزش و جوانان اومد در مورد استادیوم فوتبالی که قراره راه اندازی بشه صحبت کرد. گفت که شرکت چینی که با اون برای ساخت ورزشگاه جدید تهران قرارداد بستیم 80 مجموعه ورزشی رو در سراسر دنیا ساخته. مصمم هستیم با توجه به نیاز فوتبال کشور ساخت استادیوم فوتبال در اولویت و در فاز اول ورزشگاه جدید تهران قرار بگیره. بودجه ساخت ورزشگاه جدید تهران هم از طریق نفت به دست میاد، تعمیم میشه و امیدوارم که ورزشگاه خوبی هم باشه. این پیست تارتان منو کلافه میکنه. اما سعید عزت اللهی حالا مهمون برنامه فوتبال برتر بود. من یه جایشو میذارم خودتون با صدای سعید ببینید، یه جایشو خودم خدمتتون آرز خواهم شد. حالا در مورد تیمای وایل صحبت کرد که به نظرم این چیزا واسهتون مهم نیست و برسیم به موضوع پادش تیم ملی و حواله خودرو. نظرت چی آقا سعید عزت اللهی؟ میگه این قضیه از اول بین عموم اشتباه جا افتاد. اینکه من نمیذارم بابت اینکه یوتیوب بچه‌ها منو دیمونتایز میکنه، بابت اینکه من ویدیو رو قراره بذارم و هیچ ارزشی تولید نمیکنم. حالا یه سری از دوستان میام میگن که بذار با صدای خودشون ببینیم. سر این قضیه است، وگرنه که من خودم راحت‌ترم مثلا صدای سعیدو بذارم و شما هم بیشتر لذت ببرید. گفته که این پادشاه برای جام جهانی نبود و برای صعود به جام جهانی بود و در اون برهه دولت با توجه به محدودیت‌هایی که داشت خواست برای قدردانی از بازیکن‌ها و کادر فنی این امکان رو به وجود بیارن که بچه‌ها بتونن از این طریق پاداشی بگیرن. اما واقعیت داستان اینه که بد جا افتاد و نامفهوم بود. یه سری رسانه‌ها شیطنت کردن و دیدگاه مردم رو نسبت به این موضوع بد شکل دادن. همه نامه‌ها موجوده که ما برای این خودرو هم مالیات داریم و هم پول گمرکی باید بدیم. اینطوری نبود که ما یه چیزی رو مجانی وارد کنیم و از موقعیتمون سوء استفاده کنیم. فکر می‌کنم بهتر بود یه مرجعی این موضوع رو برای مردم روشن کنه. چون الانم اکثر کسایی که منو می‌بینن داستان رو نمی‌دونن. اکثر بچه‌ها 100% مالیات و هزینه گمرک رو دادن و نامه‌هاشون موجوده. میساقی ازش میپرسه که پس چجوری این پاداش الان شما که اینقدر باید هزینه بدین؟ میگه ما هم به خدا نمیدونیم. شاید 6-7% از پول گمرکی برای ما، شاید 6-7% از پول گمرک رو برای ما کم کردن. رقم دقیقش در نامه ذکر شده و من دسترسی به این نامه رو ندارم. اما این نامه‌ها وجود داره. ما تمام هزینه‌ها رو دادیم. البته من نمی‌خوام موضوع خیلی بولد بشه، اما دوست داشتم فقط برای مردم شفاف سازی کنم تا اونا حداقل آگاه باشن و با توجه به شیطنت رسانه‌ها مقابل مردم قرار نگیرن. آقا سعید، از سایر رشته هم نسبت به شما اعتراض شده بود؟ اولا گفتی قبلا هم بوده، برای غیر فوتبال هم بوده. من امروز دیدم که آقای دبیرم مصاحبه کردن که ما یه لیست داده بودیم. اولا اون که اشتباه اون لیسته، چون از پایه این قضیه اشتباه بود. الان با سعیدم صحبت می‌کنم بجاش. کشتیگیرام قبلا گرفته بودن. بله. گرفته حمید سوریان حالا حمیدو یادمه. و یه سری دوستانی که رفتن سالونی بازی کردن با رئیس جمهور وقت، اگه خاطرتون باشه میدونید که اون فوتسالا رو رفتن که مجوز اصلا من خودش نه بذار این میخوام بگم، یعنی بوده فقط دست شما نیست، نه بعد شما رضایت کن تو. من مورد بعدی میگم آ خیلی شیک میگفتید آقا ما نفری 1 میلیون دلار، چون تو مکتب بسیار بسیار کار سختی بود. ما همه بازی‌ها رو بعد میبردیم، استرس میره رو هزار وقت شما همه بازی‌ها رو ببری و سود به جام جهانی بسیار با ارزشه. ما گفتم بهانه این ورزش شور و شوق و نشاطه. این نشاطی که ایجاد میشد و شد بابت حضور تیم ملی تو جام جهانی رو با هیچ عددی نمیتونی بخری و باید همون موقع هم میگفتن دوستان، میگفتن آقا به این عدد یا پاداش جام جهانی رو تقسیم میکنیم بین بازیکنان، شد نفری 500,000 دلار، 700,000 دلار و واقعا هم ارزشش داره کاری که دوستان دارن انجام میدن. همونجوری که ما میگیم شما برای طلای المپیک پاریس از همین الان 1 میلیون دلار جایزه بذارید، خیلی عالیه. ولی وقتی میای یه کاری رو مثلا مجوز واردات که بازیکن بره خود رو بخره، بیاد اینجا حوالهشو بفروشه، بعد جلوی مردم قرار بگیره، چون خلاف میگن آقا بالای 2500
سیسی اصلا وارد کردنش خلافه. این کارو انجام میدید هم بازیکن میره تحت فشار، الان استرس گرفته، مردم این سمت میگن، اونا هم حق دارن، میگن آقا شما نمیتونی یه چیزی رو که خلاف قانونه به عنوان پاداش بدی، نمیتونی بگی سید عزت الله رفت جام جهانی، نمیتونی 200 تا چراغ قرمز رد کنی. این اشتباهه. تصمیم از لحظه اول اشتباه گرفتید، هم بازیکن‌ها اذیت شدن، هم به اون چیزی که می‌خواستن نرسیدن، و الان که این قضیه پیش اومده، خب خیلی از بازیکن‌ها هزینه کردن. شما اینورم در نظر بگیرید، یعنی آش نخورده و دهن سوخته میشه کاملاً. حرف که شنیدن شما 10-12 تا هم هر کدومتون از اینا کردید. شجاع خلیل‌زاده که امروز انقدر تو میکسون عصبانی بود، بازی 0-0 شده بود، شده برای چیز دیگه عصبانی بود میدونه سعید، انقدر بازیکن‌ها عصبانی، یعنی مدیریتشو باید به نظرم فدراسیون الان انجام بده به هر نحوی که میتونه، یا اون پادشاه رو آزاد کنه بده بچا و این فضا رو تصحیح بکنه. اشتباهاتی بوده، اتفاقاتی بود که از قبل انجام شده، و حیفه که اینجوری بخوام یه چیزی که شیرینه، اتفاق شیرین صعود به جام جهانی رو تلخش کنم. واقعیتش اینه ببینید آقای میساقی، من به نظر خودم به شخصه فکر میکنم که با توجه به درآمدزایی که فوتبال میکنه واسه کشور، شما نگاه کن الان یه صعود 12-15 میلیون دلار به هر حال درآمدزایی کردیم واسه فدراسیون. حالا کی میخواد برسه به واسطه اینکه حالا ما تحریم مشکل، ولی هستش، این پول همیشه هستش، یعنی تا 10 سال آینده اونجا توی حساب فدراسیون هستش در فیفا. ولی به نظر من به همه رشته ها باید این فضا داده بشه در شأن و شخصیتشون پاداش بگیرن. حالا نه به اندازه فوتبال، چون خب فوتبال حالا یه ورزشی که توی دنیا شاید حسابش از بقیه جدا، تو همه کشورها نه تنها ایران، ولی ورزش‌های دیگه هم قطعا زحمت میکشن و باید به همه اونا در شأن و شخصیت و جایگاهشون پاداش داده بشه. ما قطعا ما آرزومونه که همه ورزشکارا، همه کسایی که زحمت میکشن، حقشون بهترین پاداشا رو دریافت کنن، و این چیزی نیستش که ما فقط بخوایم که نه فقط به فوتبال توجه کنن. یه چیزی که میگم بازم این رسانه‌ها یکم فکر میکنم این شیطنت‌های فضای مجازی و این تیترایی که میزنن برای حالا ویو خوردن و اینا، امیدوارم مردممون یکم حداقل آگاهانه بعضی اوقات به این مسائل نگاه بکنن. پس با توجه به چیزی که گفتی، این ابطالم شاید اونقدر معنی نداشته باشه، چون گفتی 6-7% معافیت تعلق گرفته، درسته؟ میگه واقعیت منم تموم اخبار رو مثل مردم از رسانه‌ها دنبال کردم و خبر اختصاصی خاصی نداشتم. اردو هم شکل نگرفته که در جریان چیزی باشیم. الانم منتظریم ببینیم آخر چه تصمیمی میگیرن. چیزی که در هیته من بود گفتم که مردم یکم آشنا بشن. آقا سعید، شایعات حضور در تیم فوتبال استقلال، در تیم فوتبال پرسپولیس چجوریاست؟ میای میری؟ کدوم تیم اصلا شانس داره؟ ولی راستیتش اینه که همیشه در حد همین صحبت بوده، چون که من اکثر اوقاتی که این حالا شاید زنگ‌ها یا این ارتباط برقرار شده، من تحت قرارداد بودم و به عنوان یه بازیکنی که تحت قرار دادم به هیچ عنوان اصلا عرف نیستش که بخوام مذاکره ای رو پیش ببرم یا هرچی. من شرایط قراردادیمو توضیح دادم و بقیه پیگیری ها باید حالا باشگاه به باشگاه باشه یا موارد دیگه. اما همین که همیشه مردم لطف دارن به من، ازشون تشکر میکنم و امیدوارم که حالا توی تابستون که بازیکن آزاد میشیم ببینیم چه اتفاقی میفته. لیست غایبان نساجی برابر پرسپولیس، حالا جدا از مهرای هجومی نساجی مثل محمد رضا آزادی و محمد رضا عباسی که به خاطر آسیب دیدگی مقابل پرسپولیس غایبن، تمام مهرای دفاعی نساجی هم به دلیل محرومیت یا مصونیت نمیتونن تو این بازی به میدون برن. خوش شانسی باشگاه پرسپولیس دیگه. وحید محمدزاده مدافع میانی نساجی که به خاطر مصونیت در دیدار مقابل استقلال از زمین بیرون رفت و حدود 3 ماه از میادین دوره، اما علاوه بر این بازیکن، امیر مهدی جاملکی هم چون میدونی دیگه اخراج شد، 2 کارت است و بازی قبلی 2 کارت گرفت، و محمد احسان حسینی هم برابر پرسپولیس غایبند. نساجی فقط امیر محمد هوشمند و امیر سام دلیری رو در پست دفاع وسط داره که این 2 نفر کار سختی برابر پرسپولیس دارن. سعید آقایی هم با نظر لوکاس آلکاراز با عقد قراردادی به مدت 1.5 سال به نساجی رفت. سایت الجزیره عربستان هم گفته که آخرین قهرمانی تیم ملی فوتبال ایران به سال 1976 برمیگرده و گفته که انتظار میره با توجه به حضور تیمای قدرتمند دیگه در این تورنمنت جایگاه ایران در رده 4 باشه و اونا تا مرحله نیمه نهایی برن. من دوست دارم بره تا فینال قهرمانم بشیم، امیدوارم که این اتفاق بیفته، چون خیلی وقتم از دیگه داره میگه 1976، یعنی بالغ بر 50 سال پیش، آره دیگه حدوداً 47-8 سال پیش. محمد حسین میساقی هم گفت که تمام آرای مربوط به باشگاه‌هایی که در سقف قرارداد تخلف کردن یا بازیکن غیر قانونی ثبت کرد
کردن و بازی دادن، چهارشنبه آخر وقت یا پنجشنبه صادر میشه که باید ببینیم حالا چه اتفاقی میفته. مهدی هاشمی نسب هم گفتم دیگه واسه پاره ای از توضیحات به کمیته اخلاق احضار شده به همراه علی سامره، به همراه مدیر روابط عمومی سپاهان. مسعود شجاعی سرمربی هوادارم مشغول مذاکره با اشکان دژاگه تا در صورت توافق این بازیکن ایشون رو به تیم هوادار بیاره. میلاد شعبانلو هم افک میلان در لیست مازاد مهدی تارتار قرار گرفته. ساله اردنی مدافع استقلال 25 ساله شد که تبریک میگیم به سعادت. رامین رضاییان هم چشمش زد اینا، یعنی یک تا دو هفته از میادین دوره. با بررسی امارای مشخص شد که در منطقه ای از عضله پشت ساق پای رامین کشیدگی درجه 1-2 به وجود اومده و مراحل درمانی اون آغاز شده. با توجه به اهمیت و دغدغه پزشکان تیم ملی برای تحت درمان قرار دادن رامین رضاییان، اون به تهران سفر کرد و زیر نظر اونا مراحل درمانی خودشو انجام میده. امیدوارم مسئولیتش هم جدی نباشه رامین. محمد حسین کنعانی زادگان هم به دلیل عدم تمرکز در تمرینات چند روز گذشته پرسپولیس که میدونید غایب بود و حتی از لیست این تیم برای دیدار با شمس و زره قزوین هم خط خورده، آشتی کرده و اضافه شده به تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس. با توجه به اینکه پرسپولیس در بازی مقابل شمس و زره قزوین اخراجی داد و شکستم نخورد، یه برنامه‌ای رو کار کرد فوتبال برتر که میتونیم با هم دیگه ببینیم در مورد تیمایی که 10 نفره شدن اما شکست نخوردن. ببینیم با هم دیگه. بعدها اگه قرار باشه از هفته 14 لیگ برتر حرف بزنیم، احتمالاً باید قبل هر چیزی به 5 کارت قرمز هفته اشاره کنیم. فقط در یه بازی این هفته 3 کارت قرمز در طول 11 دقیقه به 3 بازیکن از یک تیم داده شد. این اتفاق آخرین بار دقیقاً 10 سال قبل در لیگ برتر افتاده. در همه تاریخ لیگ برتر هیچ وقت تیمی در یک مسابقه بیشتر از این کارت قرمز نگرفته. سپاهان قبل این اخراجای سریالی از حریف عقب بود و دیگه به بازی بر نگشت. هیچ کدوم از دو تیم دیگه که این هفته اخراجی داشتن اما شکست نخوردن. میگن 10 نفره شدن تو فوتبال مدرن تفاوتی با مرگ حتمی نداره، اما یه نگاه ساده به هفته‌های قبلی لیگ برتر نشون میده داشتن یه بازیکن کمتر الزاماً بازی رو برای تیمی که کارت قرمز گرفته به پایان نمیرسونه. مثل رفسنجان، اونا اولین تیمی بودن که این فصل 10 نفره شدن. تیمی که در 20 دقیقه آخر بازی اولش مقابل هوادار سجاد شهبازداده رو از دست داد اما بازی رو نگه داشت تا اولین تساوی بدون گل لیگ رقم بخوره. چند تیم بعدی که 10 نفره شدن دائما طعم شکست رو چشیدن، مثل فولاد منصوریان روبروی صنعت نفت و ملوان. سپاهان اما در مسابقه با استقلال چند دقیقه آخر بازی رو با یه بازیکن کمتر بازی کرد و پیروزیش رو از دست نداد. یه هفته بعد گلگهر هم با اخراج دیرهنگام سعید سحرخیزان روبروی ملوان دست و پنجه نرم کرد اما تساوی رو از دست نداد. ذوبان هم روبروی شمس‌آذر 33 دقیقه 10 نفره بود اما در نهایت برتری 2-0 رو با برتری 2-1 عوض کرد و اجازه نداد هیچ امتیازی از روی دستاش سر بخوره. استقلال هم تو خونه مقابل آلومینیوم 10 نفره شدن رو تجربه کرد و تقریبا 10 دقیقه با یه نفر کمتر نسبت به حریف بازی کرد، ولی در نهایت رکورد پیروزی‌های خونگی حفظ شد. هفته گذشته تراکتور اولین تیمی شد که بعد 10 نفره شدن بازی رو از وضعیت تساوی به وضعیت برد می‌برد. هم صفاهادی بود که در این تیم کارت قرمز گرفت اما اونا در نهایت موفق به شکست دادن پیکان شد. ذوبان هم با وجود اخراج فردین یوسفی روبروی فولاد زانو نزد. این هفته هم نساجی 5 دقیقه بعد 10 نفره شدن بازی باختر رو مساوی کرد. در تهران هم 10 نفره شدن به پرسپولیس ساخت. با یه بازیکن کمتر نمایش بهتری داشت و انگار برای بردن بازی مصمم‌تر شد. دو هفته دو تیم موفق شدن بعد کارت قرمز بازی بهتری انجام بدن. شاید وقتشه به اون جمله کلیشه‌ای قدیمی در مورد بهتر بازی کردن تیم 10 نفره برگردیم. نکته مهم اما اینجاست که واکنش تیم‌ها به 10 نفره شدن کاملا متفاوته. بعضی تیم‌ها دچار فروپاشی میشن و بعضی‌ها برمیگردن. در نهایت 10 نفره شدن تعادل تیم‌ها به هم میزنه اما هیچ کس نمیتونه بگه این تعادل اجباری جدید راهی برای رسیدن به برد نیست. اینم پیام تبریک مرتضی تبریزیه بعد از برد آلومینیوم مقابل سپاهان که به عراقی‌ها و به همتیمی‌هاش تبریک گفته. جراحی بودم، بعدش که به هوش اومدم اولین خبری که به من دادن برد تیم بود. خیلی خوشحال شدم از اینکه این بردم تبریک کردیم. به من خیلی ممنونم، امیدوارم تو ادامه راه موفق باشیم. آنالیز بازی الان میدونم خیلی ها شاکی میشن، مهیارینا شاکی میشن چی کار کنم چون تو خبرهای مختلف اومده. حالا در مورد استقلال هم فکر کنم بذارم. حالا که اینطور شد اصلا بذار عمل کرده بازی استقلال در دفاع و حمله رو با هم دیگه ببینیم، بعدش میریم آنالیز. تو این دو تا تصویر میخوایم نگاه کوتاهی داشته باشیم به آرایش تیم استقلال تو دو تا وضعیت.
وقتی حریف صاحب توپه و وقتی خودشون میخوان طراحی حمله رو انجام بدن. استاید اول فولش اگه بچه‌ها بدن، آها داریم دارایش استقلال رو میبینیم، وقتی مالکیت با حریفه. سه دفاع استقلال عقب بازی میکنن، روزبه وسط، سورابیان، صالح هردانی دو سمت، وینگ بک ها هم میان کنارشون و عرض دفاعی پنج نفره رو میسازن تا کارو برای نفوذ گلگار از کنارها خیلی سخت کنن. استقلال با همین روش فعلا بهترین خط دفاعی رقابت های لیگ برتر با این آرایش که میبینید. یه توضیح بدم، حسین مرادمند مصدوم میشه، ایمان سلیمی هم مصدوم میشه، فرم سه دفاعه این نفر باید کی باشه؟ وقتی این روز به این آرمین سهرابیانه، این نفر هردانی انتخاب میشه برای اون پست. شاید تو نگاه اول عجیب باشه، مگه میشه با این استیل با این فیزیک بیای اونجا بازی کنی؟ و بازی میکنه و چقدر خوب بازی میکنه. هم تو بازی قبلی همین بازی بسیار بسیار خوب بازی کرد. این رونده بودنش باعث میشه که استقلال از سمت راست فشار حملهش بیشتر بشه. پا به توپ دیگه، بازیکنی که میتونه بیاد حرکت بکنه، یه خط رد کنه، یامگا از سمت راست بهش کمک بکنه و استقلالی که از سمت چپ، چون آرمین سهرابیان هم بازیکن پا به توپیه، بازیکنی که پست دفاع کنار هم بازی کرده در کنار دفاع وسط، استقلال رو صاحب یک دفاع جلوزن از سمت راست میکنه که رو به جلو داره و این توفیق اجباری شد، کمک کرد به استقلال. شاید که حالا بعضی وقتا مثلا رو ارسالا قدرت سرزنی نکته وجود داشته باشه که اونم اوریج قدی بالای استقلال پوشش میده کار هردانی رو، ولی به نظر من این توفیق اجباری کمک کرد و سمت راست استقلال رو راه انداخت بیشتر از قبل تا فرم سه دفاعی جواد نکونام کاملا شک بگیره، به خصوص تو دفاع و این تیم صاحب یکی از بهترین خطوط دفاعی بکنه. حالا بریم زمانی که استقلال میخواد طراحی حمله رو انجام بده. وقتی استقلال در حال طراحی حمله است، هر سه تا مدافع کاملا بالا بازی میکنن. تو این صحنه میبینیم که این سه نفر تا کجا بالا اومدن، وینگ بک ها هم به خط حمله ملحق میشن تا برتری عددی تو یک سوم دفاعی حریف برای استقلال پیش بیاد. یعنی تا اونجا که ممکنه وینگ بک های راست و چپ، که حالا مثلا ابوالفضل جلالی از سمت چپ، ابوالفضل رو نگاه کنید الان توی محوطه جریمه نزدیکترین بازیکن به گلره، از سمت راست هم که کوین یامگاست، توی سیستم سه دفاعه واقعا نقش وینگ بک ها بازیکن های سمت چپ و راست فوق العاده ارزشمنده و این کار الان استقلال داره خوب انجام میده. دفاع استقلال حتی بعضی وقتا تو محوطه جریمه، تا نزدیکای محوطه جریمه هم بالا میان. آرمین سهرابیان مثلا میاد شوت زنی میکنه تو بازی با زوباهن و گل میزنه، یا از اون سمت هردانی همینطور. و نگذریم از نقش روزبه چشمی که حالا نکته زیادی که روزبه تو افک دفاعی بازیکن بهتریه، تو این مدلی که استقلال داره بازی میکنه روزبه کاملا جا افتاده و داره نظم میده، شکل میده، موقعی که لازم دفاع بغل رو دستش رو میبینه، موقعی که لازم وینگ بک چپ و راست رو میبینه و داره کمک میکنه واقعا به این فرم بازی استقلالی که الان در سطح جدول رقابت ها قرار گرفت. اینم آنالیز بازی پرسپولیس در مقابل شمس آذر قزوینه که بیلداپ پرسپولیس رو کاملا دچار مشکل کرده بود، بارها به همین شیوه مالکیت رو از تیم یحیی گرفتن. آقا خیلی از تیم‌ها فهمیدن که شکل بازی‌سازی پرسپولیس از علی بهرامند شروع میشه خیلی وقتا، یا میدادن به حسین کنعانی، حسین کنعانی 10 متر میومد جلو و ساخت بازی رو حسین شروع میکرد. مثلا راجبش کنعانی هم یادم باشه نکته بگم، توی بازی استقلال بلانکو عالی اومد این کارو انجام داد، خراب کرد فرم بازی ابتدایی پرسپولیس، اجازه نمیداد علی بهرامن کارو شروع بکنه، به خاطر همین توی شهرآور شکل نمیگرفت بازی پرسپولیس. اینجا هم پرس شمس‌آذر رو ببینید، سه نفر جلوی زمین پرس میکنن شدید، دفاع رو که فرشاد فرجی و بلسیانی بودن اجازه بازیسازی اینجا نمیدن، چون سه تا میشن، نه گزینه پاس یک داره نه پاس دو، یه دونه هافک مرکزی که سروش نزدیک میشه نگاه کنید و خطرناکه. چرا؟ چون هافک دفاعی اومده باش، هافک دفاعی کنار سروش رفیعیه و اونجا دیگه نمیشه ریسک کرد. به همین شکل چندین بار توپگیری کردن از بازیکن‌های پرسپولیس و اجازه بازیسازی رو ندادن. این البته ریسک بالایی هم قدرت بدنی عجیبی میخواد، چون 90 دقیقه اینجوری شما میخوای پرس بکنی بسیار کار سختیه و ریسکش بالاست. توپ یه دونه توپ در بیاد زد دبله میخوری، عجیبم میخوری، چون تعداد نفرات توی زمین حریف بالان، 4 تا رو نداری، یه دفعه میان و موقعیت گل ایجاد میکنه تیم رقیب. اسلاید دوم ببینیم که مربوط به سرعت انتقال بالایی که تیم سعید دقیقی داره. گفتم تو انتقال مثبت، یعنی از دفاع به حمله یکی از بهترین تیم‌های لیگ، ظرف چند ثانیه به سوم دفاعی حریف رسید ولی حرکتشون کامل نشد، این بازیکن‌های کناری نفوذ نکردن و عیسی مرادی پاس داد. اینجا هم خودش زیاد نگه داشت توپ، اگه میداد سمت چپ حمله کامل میشد. توی خیلی از بازی شمس‌آذر نمیتونید ببینید، یعنی انتقال مثبت عالی تیم سعید دقیقی، گرفتن توپ، رفتن از فاز دفاع به فاز حمله، که این کارو با بازیکن‌های خلاق و سرعتی که دارن بسیار خوب انجام میدن. بریم بعدی،
اسلاید سوم، هر وقت که پاسای پرسپولیس کیفیت بیشتری پیدا میکرد، این تیم از اون پرس اولیه در میومد یه موقعیت ایجاد میکرد. تیمی که بعد از 10 نفره شدن به نظر بهتر و مصممتر بازی کرد. نگاه کنید این صحنه ایه که داره با فرشاد فرجی شکل میگیره بازی، دو تا انتخاب خط هافک داره که سروش و سرلکن. سروش میاد بین دو تا دفاع مرکزی قرار میگیره که بتونه توپ بگیره. خیلی صحنه سختی ها، 5 در مقابل 5 توی 1/3 دفاعی و توپ در میاد. توپ با کار خوب سرلک در میاد و تبدیل موقعیت میشه برای پرسپولیس. این همون نکته‌ای که خدمتتون عرض کردم. موقعی که یه تیم جلو داره پرس میکنه یه توپ در بیاری میشه این. روی اشتباه دفاع چپ توپ گیری اسماعیلی فر این صحنه ایجاد شد و کار خوب دو تا هافک میانی پرسپولیس بود که تونستن از این فشار توپ رو در بیارن. دو تا از روزنامه‌های مهم ورزشی کشور هم با هم دیگه بررسی بکنیم که آقای علیپور گفته کاپ عربستان برای من زنگ تفریح بود. ایمانم به طلای المپیک پاریس. آفرین به این اعتماد به نفس که ما هم آرزومونه که شما مدال طلای المپیک رو بگیری. گولسیانی گفته گل محمدی دستور داد، منم دوباره پشت ضربه پنالتی ایستادم. دوست دارم هواداری پرسپولیس رو خوشحال کنم. داغ بم تازه شد، وداع تلخ با ملیکا روی دوش هم بازیاش که می‌دونیم دیگه دیروزم مراسم تشریش برگزار شده. یه بار دیگه من تسلیت میگم به خانواده خانم محمدی، به جامعه ورزش، به همه مخاطبام. حمله یاقی به مافیا که امیر قلعه بود دیگه، درسته نه؟ هاشمی نسب تهدید کرد، پروین با گل به استقبال کاروان استقلال اومد. آقای بیانی هم گفته که مشکل تیم رو به نکونام و خطیر گفتن. تجربه بالای سرخپوشان عامل شکست دادن شمسازر شد. اینو روزنامه گل کار کرده. امید درخشان گفته که نعمتی ربات نیست، اینقدر به اون شار نیارید. بزرگترین اشتباه یحیی از دست دادن کریم باقری بود. اینو محمد بایلی کوهن گفته و گفته که بعضی وقتا باید پای رفیقت بسوزی نه اینکه بسازی. هم نکته قابل تعاملی یا اصلا فوتبال فراموش کنیم بین خودمون. خودت خواستی سیای لشکر باشی، خداداد علیه خداداد. سامره گفته که برخیا با گریوزاری فقط دنبال تهمت زدن و بهانه تراشی ان. توصیه ما اینه که روی تیم خودشون تمرکز کنن تا نتایج بهتری بگیرن. آمار نکونام همچنان بهتر از ساپینتوه، با وجود حالا تساویای سریالی استقلال صدرنشین این تیتر رو زده و دبیر و درخواست مجوز خود رو برای کشتیگیران. جنگ گرسنگان راند که دیشب من یه ویدیو درست کردم، نمیدونم دیدین یا که نه. روزنامه شود شجاع گفته امیدوارم کشتیگیرا بیشتر از ما پاداش بگیرن. احزار هاشمی نسب بدون ابلاغ رسمی صحبت کردیم. ویسی هم گفته که بازیکن‌ها انگار خانوادگی اومده بودن 13 به در و از واژه قمارباز هم استفاده کرده بود. اینم جالب، حالا مربیامون این فصل از محمود فکری بگیری تا عبدالله ویسی حسابی میتازند به بازیکناشون. امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. بدونید که ایمان سلطانپور تنها راه حمایتیش همین دکمه لایک زدنه، پس بزنید. 8K ویو میخوره 50 تا لایک میکنید خیلی درست نیست. دمتون گرم، حمایت کنید از هموطنتون. فعلا.